عرض سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم با مبحث درگ. پارت دوم درگ هست و توی ویدیو قبلی ما راجع به پاراسایت درگ صحبت کردیم و انواعش رو گفتیم، یعنی زیر مجموعه هاش رو که شامل فرم درگ، اسکین فریکشن درگ و اینترفرنس درگ بود. حالا میخوایم بریم سراغ ایندیوس درگ و ببینیم که ایندیوس درگ چیه. ببینید، ایندیوس درگ هیچ کدومی که از موارد قبلی رو شامل نمیشه و اتفاقی که میفته، ما توی هواپیما میدونیم 4 تا نیروی اصلی داریم، خب لیفت، ویت، تراس و درگ. اما این نیروی لیفت ما خودش یک نیروه و جهت داره و عملا یک وکتور هستش و مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که زمانی که شما انگل آف اتک هواپیماتون رو بیشتر میکنید، اتفاقی که برای جریانات اطراف بال میفته چی میشه؟ اون آبواش و داونواش هایی که روی بالمون بود و راجبش صحبت کردیم، روی اون جریان ریلیتیو ایر فلوی که داره به بالمون برخورد میکنه تاثیر میذاره که بهش میگیم افکتیو ریلیتیو ایر فلو. و میبینید که اینجا توی این شکل هم با خط آبی رنگ مشخص شده، یعنی عملا اون ریلیتیو ویندی که بال ما میبینه این افکتیو ریلیتیو ایر فلو هستش. و از اونجایی که لیفت همیشه به اون ریلیتیو ویند ما قرار عمود باشه و بال ما الان در واقع افکتیو ریلیتیو ایر فلو یا افکتیو ریلیتیو ویند رو میبینه، میبینیم که زاویه لیفت ما یه مقداری به سمت عقب منحرف شده و همین انحرافش که عملا به اندازه همون زاویه اپسیلونی هست که میبینید توی این شکل، باعث میشه که عملا این لیفت ما خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، همینجوری که داره هواپیما رو در واقع میکشه بالا به زبان ساده، یه مقداری هم به سمت عقب در واقع این هواپیما رو میکشه. و حالا میتونیم بگیم که اون مؤلفه ایش که در راستای درگ شکل میگیره که قرمز رنگ هست بالای این شکل، میشه این دیوس درگ ما. پس این عملا نیروی خود لیفت ما هستش که یکی از مؤلفاش توی جهت درگ ما به وجود اومده و شکل گرفته و ما عملا بهش میگیم ایندیوس درگ. پس درگ ناشی از لیفتمون هست. خب این موضوع رو ما توی مثلا اتومبیلمون نداریم، چون لیفت توی این اتومبیل نداریم، اما مثال قبلیمون رو میتونستیم دائما توی ماشین و اینا مطرحش بکنیم. اما اینجا زمانی ما این نوع درگ رو داریم که عملا یک نیروی لیفتی داشته باشیم و بتونیم در واقع حالا راجبش صحبت بکنیم و اون مؤلفه‌ای که در راستای درگ شکل میگیره رو عملا به چشم درگ بهش نگاه بکنیم. خب اتفاق مهمی که میفته، این دیوس درگ با افزایش سرعت کم میشه برخلاف قبلی. چرا؟ چون شما عملا هر چقدر سرعتتون رو بیشتر میکنید، به زبان ساده اگر فعلا بخوایم راجبش صحبت بکنیم، انگل آف اتکتون رو کمتر میکنید و عملا اون ریلیتیو ایر فلوی که داره به هواپیما شما برخورد میکنه، اون افکتیو ریلیتیو ایر فلو، یه جورایی با فری استریم ریلیتیو ایر فلو جهتش تقریبا نزدیک به هم میشه و اون زاویه اپسیلونی که تو صفحه قبل داشتیم کمتر میشه. در نتیجه اون مؤلفه ای از لیفت که در راستای درگ ما شکل گرفته کوچیک‌تر میشه و ایندیوس درگمون یه جورایی کمتر میشه که ما در واقع این موضوع رو بهش میگفتیم ایندیوس درگ. مورد بسیار مهمی که ما خیلی تو پرواز باش درگیر هستیم، مبحث توتال درگ هست که عملا مجموع پاراسایت و ایندیوس درگ ماست. خب توی این شکل میبینید که با افزایش سرعت پاراسایت درگ ما زیاد شده، این رو میدونستیم، و با افزایش سرعت ایندیوس درگمون کم شده، این رو هم الان بهش اشاره کردیم. محلی که این دوتا درگ با هم برابر میشن، محل تلاقیشون رو اگر توی همین نمودار هم نگاه بکنید، عملا هواپیمای ما مینیمم درگ رو داره از این سرعت. اگر سرعتتون رو کمی افزایش بدین، به دلیل افزایش پاراسایت درگ، درگ توتالتون هم شروع میکنه به زیاد شدن و باز از همین نقطه که ما بهش میگیم VMD، از همین نقطه سرعتتون رو یه مقدار شروع کنید کم کردن، باز هم درگ کلی هواپیماتون زیاد و زیادتر میشه که ما میدونیم این به خاطر افزایش ایندیوس درگ هست که این اتفاق میفته. پس نمودار توتال درگ رو که اینجا یه مقدار پررنگ‌تر براتون رسم کرده می‌بینید و می‌بینیم که مینیمم درگ هواپیمای ما توی سرعتی اتفاق می‌افته که پاراسایت درگ و ایندیوس درگمون با هم برابرن. شاید این موضوع تو اتومبیل ما صادق نباشه، هر چقدر که ما سرعتمون رو کمتر می‌کنیم درگمون کمتر میشه تا زمانی که بیستیم، اما توی هواپیما خب این اتفاق نمی‌افته
و میبینید که برای در واقع کمترین درگمون یک سرعت مشخصی داریم. خب این سرعت خیلی جاها میتونه کمکمون بکنه، یعنی زمانی که به طور مثال شما دارید با هوا پرواز میکنید و به هر دلیلی حالا انجین فیلر میگیرید یا موتورتون میره اصطلاحاً، خب دیگه تراست ندارید توی این هواپیما و شروع کنید به گلاید کردن. خب چیزی که میتونه به شما اجازه بده که مسافت بیشتری رو طی بکنید همین هستش که بتونید درگ هواپیما رو مینیمم بکنید. یکی از اصلی ترین کارهایی که میتونید درگ هواپیما رو به کمترین حالت خودش برسونید این هست که سرعت متناظر با وی ام در واقع مینیمم درگمون رو بگیریم که بهش میگیم وی ام دی یا سرعت مینیمم درگمون. اما حالا روش های دیگه هم هستش که شما باز بتونید درگتون رو کاهش بدید، مثل حالا جمع کردن فلپاتون، اگر چرخ و باز چرخ رو جمع کنید، اینا توی پارسایت درگمون تاثیرگذار هست و توتال درگمون رو کم میکنه. اما خب مسئله که میتونه شما رو نجات بده عملا همون VMD هستش که در واقع اینجا میبینیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا راجع به گلاید جلوتر بیشتر صحبت میکنیم، اما خواستم یه گریزی هم بزنم که بدونیم برای چی این موضوع رو یاد میگیریم و چرا برامون مهمه. پس توتال درگ عملا شد مجموع پارسایت درگ و ایندیوس درگ. خب توی این شکل هم میتونیم نمودار کلی رو ببینیم، یعنی یک چارت کلی هستش از بحث درگ ما که میبینیم به دو تا شاخه اصلی پارسایت درگ و ایندیوس درگ تقسیم شده و پارسایت درگمون هم به اون سه تا زیر مجموعه که راجع بهش صحبت کردیم تقسیم شده بود: اسکین فریکشن درگ، فرم درگ و اینترفرنس درگ. امیدوارم که این ویدیو هم برای شما مفید بوده باشه و اگر باز هم سوالی داشتین میتونین توی همین کامنت ها بپرسین، من حتما جواب میدم، یا اگر خواستید به صورت شخصی هم من در خدمتتون هستم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. ممنون از توجهتون. خدا نگهدار.